جباس باید دایمان شود. سه روز چی است؟ همیاله همین مردم ها کشته میشه بگاه یک 404 ما رفت و سه جلدک سر ماین انفجار که سرش تقریبا 30-40 نفر مرد. بسیار زیاد تشکری میکنم از طالبان که سه روز آتش بس اعلان کردن و ما خواهش ازشان میکنم که آتش بس خود دوام بتن. بیاین بگیم که سه روز بکشن خب باز دیگه همیشه بس کنه. چرا ما برای مردم افغانستان یک امید کاذب میتیم؟ بس از دیگه جنگ. من مطمئن هستم اگر طالبان از خود انطاف نشان بدهند و چیزی را که مردم افغانستان میخواهد برای همو کار بکنن، مردم افغانستان قلب بسیار بزرگ دارن، حتما اینها را فراموش میکنن، اینها را میبخشن، شاید هم برش رای دن بتن، شاید رهبر و حاکم خودم تعیین بکنن، ولی به زور جنگ نمیشه. ما چقدر بیچاره شدیم، چقدر ناتوان شدیم که از یک گروه وحشی و تروریستی التماس میکنیم برش و ازش تشکر میکنیم. سه روزه آتش بسه که توهین بیش نیست. وار اگر از جای رئیس جمهور می بودم اصلا باید رد می کردم. با همی برادر ما بسیار گپ خوب زد، گفت خیر است دم سی روزی ایدم ما را بکش، ولی آتش بس بکو بر دایم. به هر حال دوستان عزیز، من سلام عرض می کنم خدمت همه شما. خدا کنه که حالتان خوب باشه و صحتمند باشین. برای کسایی که اید را تجلیل می کنن و اید دارن، ایدتان مبارک. از صمیم قلب براتون عید تبریک میگم. انشالله که خوش باشین. حالا من نمیفهمم که خوش هستین نیستین، به هر حال اما ما آرزوی خوشحالی براتون میکنم که انشالله خوش باشین در کنار دوستا و فامیلتون. با یک خبر بسیار جالب با شما هستیم. خبر کنه تقریبا مکمل استوری عزیز که براتون قصه میکنم با شما هستیم و من امیدوار هستم که در عیدهای بعدی، در مراسم بعد، در سالهای بعد، در ماهای بعد اتفاق بیفته که واقعا اید را از ته دل تجلیل بکنیم. و چند سال قبل نمیفهم تاریخش یادم نمیفهم، وقت من کوچک بودم شاید معنای جنگ نمیفهمیدم یا واقعا جنگ کم بود. اید را نه، جنگ کم بود زمانای اوایل کرزه، اون وقت اید یک حال هوای دیگه داشت، همه خوش بودن میخندیدن. امیدوار هستم روزهای حداقل به او شکل بیایه و بتانیم که کنار هم اید را از ته دل تجلیل بکنیم، با تمام معنا یک اید داشته باشیم. اما به هر حال فعلا هم کسانی که بیرون از افغانستان بیننده ما هستن، هموطنان بسیار زیاد نازنین ما، برای شما اید مبارک. حضورتان، حضور گرمتان را از نظریات خوبی که می نویسین، از لایک و کامنت که می مانین درک می کنم و حس می کنم. ما از هم دور هستیم ولی با دل از هم نزدیک هستیم، هم دیگر را درک میکنیم. عیدتان مبارک برای تمام مسلمین، برای تمام هموطنان ما عیدشان مبارک. به هر حال دوستان عزیزم، عکس ها را که شما در اینجا میبینین، این خبر چند روز میشه پخش میشه و در شبکات اجتماعی پخش شده و این بچه که شما عکسش میبینین، یک من نمیفهم چرک برش میگن، چرک میگن و بچه بیریش میگن، نمیفهم بیرقم لقبا داره، که نزد یک فرمانده طالبان در اونجا بود، یعنی بچه بیریش از او بود و به خاطر از این دو فرمانده با هم درگیر میشن و در میان تقریبا 10 نفر کشته و زخمی میشه بین طالبان. اما داستان از اول اگر براتون قصه بکنم بسیار زیاد جالب و تعجب برانگیز است، یعنی خیلی زیاد جالب است داستان از این. من خواستم تمام داستان را جمع بکنم و برای شما شریک بسازم از اول تا آخر و تا میتونم براتون بگم که بالای 40-50 نفر به خاطر از این بچه کشته شدن در میان طالبان. این بچه که شما میبینید خودش در اصل پسر یک فرمانده گروه طالبان در قندهار بود که چندین سال قبل پدرش در حمله نیروهای امنیتی ما کشته میشه و شما میفهمین هر قماندان از خود یک سرگروپ میداشته باشن، یعنی یک هر قماندان باز یک نیمچه قماندان دیگه میداشته باشه. باز دقیقا وقت پدر ازی کشته میشه، امین نیمچه قماندانی که بعد از پدر ازی سر گروپ هسته او می باشه، تقریبا یک هفته دو هفته بعد این امین نیمچه قماندان می خیزه زنش با پدرش، با پدر او فرمانده سابق طالبا که کشته شد، او را می کشه و اینی بچه شه پیش خود برده می گیره. برده می گیره و از اونجا فرار میکنه، میاد به هلمند. در هلمند تقریبا چند مدت می باشه، این فرمانده این بچه بیریش بهش نگاه میکنه، دیگه چرک میگن و چی میگن من نمیفهمم، چی لقبا زیاد داره، این پیش خود نگاه میکنه.
در هلمند یک بار با یک فرمانده به خاطر سر از این بچه جنگ میشه، یکش میگه من میگیرم، یکش میگه من میگیرم، جنگ میشه. در این درگیری تقریبا 10-15 نفر بازیجب یا کشته و زخمی میتن به خاطر از این بچه و بالاخره ایره یکی از فرماندهان میگیره و پیش خود نگاه میکنه. بار دیگه باز چند ماه بعد باز سر از این بچه باز درگیری میشه در ولایت در هلمند. باز که درگیری میشه، خب بالاخره یک قماندان است به نام گلای قماندان بالاخره ای را میگیره و از اینجا فرار میکنه، میره ولایت کندز ولسوالی خان‌آباد که تقریبا یک سال در اونجا میباشه و در اونجا هم چندین بار در بین طالبا به خاطر از بچه جنگ میشه، جنگ میشه و زدنک و بالاخره در اونجا بار آخر فکر میکنم سه ماه پیش بود یا چهار ماه پیش بود که جنگ شده بود میان فرماندهان طالبا. بعد از اون بچه باز میخیزه میاره و امی بچه را یک فرمانده دیگه در گیری از اون مفته او میگیره میاره در هلمند. بار اخیر که جنگ میشه تقریبا 10 نفر کشته و زخمی، یعنی تقریبا چندین باری جنگ شده و از چند بارش رسانه‌ای شده. و البته ایران بگویم که این عکس‌ها از آل نیست، این عکس‌ها تقریبا از 3 سال قبل است. بار اولی که پدر ازی در کمین نیروهای امنیتی کشته شده بود. بعد از او باز وقت عکس‌های از رسانه‌ای شد، دوستا اگر بیاد داشته باشن، وقت عکس‌های از بچه در رسانه‌ها برآمد، در فیسبوک‌ها برآمد که اینم نیمچه قماندان پدر ازی یا امو سرگروپ ازی مادر ازی را و همچنان بابی ازی را کشته بود و خود ازی بچه را اختطاف کرده همراه خود آورده بود و برده و در لینگ خود گرفته بود به اصطلاح عام. اون وقت بود که عکس‌های از شبکات اجتماعی برآمد. این عکس‌ها از حال نیست، از 3 سال قبل است. از 3 سال قبل از شما ببینین که به خاطر یک بچه، یک بچه بیریش کسانی که نماینده خدا هستن و از خدا مواظبت میکنن، از قرآن و تکدار دین هستن، به خاطر یک دانه بچه چقدر بین هم یا درگیر شدن، چقدر کشته دادن، چقدر تلفات دادن. و بین که با هم دعا کنیم دوستان عزیز، نگفتین چی دعا، یک دعای بسیار کلنگی بکنیم که خداوند این بچگک را عمر بسیار طولانی نصیب کنه، خداوندی را زنده داشته باشه، عمر بسیار طولانی نصیبش کنه که 100 تا دیگه هم به خاطر از کشته و زخمی شود در بین طالبا. یعنی میز دیگه دعای من برای این دعا میکنم. به هر حال من فکر نمیکنم که زیاد به لکچر نیاز باشه. اگر قبلا به خاطر دین بهانه میکردن، جهاد بهانه میکردن، حالا دیگه همه چیز واضح شده که به خاطر قدرت، پول، تجارت، کشت کوکنار، جنگ بخواد، جنگ طالبا به خاطر ازی است. اینال اگر کدام ملای احمق، کدام آدم بسیار زیاد عقب مانده و الهی و کم عقل میایه میگه که به خاطر خداست و به خاطر دین است و جهاد است، من دیگه بگویم من نمیفهم که شاید دیگه مغز خر خورده باشه یادم. چون بازارها نمونیش است که جنگ به خاطر دین نیست، فقط بردگی است، غلامی است، منافع شخصی است و قدرت است، کشت کوکنار است. دیگه به خاطر ما نیست، به خاطر وطن نیست، به خاطر خدا نیست، همه چیز واضح شده است. به هر حال دوستان عزیزم، در روزهای بعد، در روزهای دشوار شما دوستای خود میشناسین، دشمنای خود میشناسین، هم دوستای خوب خود میشناسین، هم قهرمان خود میشناسین، هم زدنی خود میشناسین، هم دلسوز میشناسین، هم وطن پرست میشناسین، هم خائن میشناسین. به گونه مثال در این انفجارات و در این حوادث اخیر مردم در خاک و خون هستند، اما شما ببینین رهبر نازنین را و چنان از ته دل میخنده. ولی اگر در روزی که رئیس شورای عالی مصالحت این شده بود یکقدر خوش بوده باشد، اما من نمیفهم چی دلیل است که امروز یکقدر از دل قهر میزنن و میخنده. اینجاست که ما میتونیم دوست و دشمن و رهبر واقعی و رهبر پلاستیکی را بشناسیم. حسین بخش سفری نه به خاطر ازی که نه به خاطر هموطنان ازارش یا نه به خاطر کدام قوم خاص، فقط به خاطر افغانستان، فقط به خاطر افغانها آماده است که مدالهای خود بفروشه تا پول ازی را بگیره و سر مکاتب خرج بکنه تا دوباره این کودکان نونهالان ما دوباره برن به درس. او همه هموطنان عزیز ما را دعا کردن که این مدال ها را ما کسب بکنم و مدال قهرمانی را ما بگیرم. امروز این تصمیم مرا واداشت که این مدال ها دیگر در خانه آویزان نباشه. این مدال ها باید به فروش رسانده شود و با مزایده ما سپردیم
که از تجارای ملی و بین الملل خواهش من داشتم که اینا بیان خریداری بکنم و از طریق پول از اینا ما بتونم که از بنیاد سفری برای مردم عزیز خود خدمت بکنم. یک مدال شانه برای می حادثه ای که مکنون همیجا استاد داشتم مکتب سید شهدا و یک مدال دیگه که مدال برای حادثه اخیری که در لوگر صورت گرفت اینا تقدیم میکنم و پول از اینا را میخوام که دوباره مکتب اعمار شوه و خواهرای ما دوباره از بستر بیماری برخواسته و بیایند دوباره با قلم و کتابچه سر کار بگیرند. و ما میخواهیم که یک رسالت انسانی، ایمانی و وجدانی خود در برابر مردم عزیز و بیچاره خود ادا کرده باشد. بیاین هموطن عزیز به افغانستان آزاد، به افغانستان متمدن و صلح آزاد فکر بکنه. ما و شما میتونیم که از طریق صلح به افغانستان سربلند و آزاد برسیم و با مردم جهانیان نشان بدیم که افغانستان جای نخبه ها هستند، جایی هستند که علم میپرورانه. شما باور بکنید، ما دین روز وقتی که رفتم از خواهرای عزیز خود وقتی که مصاحبه گرفتیم صحبت کردیم، یکیشان صحبت کردن ما هرگز به عقب بر نمیگردیم، ما باز دوباره میریم به مکتب خود، دوباره باز با قلم مشق میزنیم و آینده خود باز دوباره تعیین میکنیم. شما باور بکنید که یک احساس بر ما پیدا شد، گفتم اینا ببینین، اصلا این پیامو ببینین و کسایی که بزدلانه میآیند و مخفیانه این کارا میکنن، شما این رو ببینید چقدر زمین و آسمان فرق هستن. پس هموطنان عزیز و از مسئولین خواهان هستم که بیاین رسالت ایمانی، انسانی و وجدانی خود در برابر این مردم مظلوم بیچاره ادا. آفرین حسین بخش سفری. واقعا که مردانگی و شهامت به حرف نیست، به عمل است. به قد و قوارام نیست، به نژاد و جنسیتام نیست، به عمل است، به غیرت است. و این شهامت خود داری و ما بارها گفتیم و ما هرگز به عقب بر نمیگردیم. دوستان عزیز، این تصویری که شما میبینین این دو روز بعد از انفجار است. کودکان باز هم با شوق و ذوق طرف مکتب رفتن هستند در دشت برچی. و دردناکترین، من نمیفهمم هر کس تصور خود داره، اما دردناکترین تصویری که من از این حادثه دیدم، میفهمین کدام تصویر بود؟ این تصویر. ببینین چهار طرف وحشت، چیغ و داد و آه ناله، آتش، بوی بارود، اجساد افتادگی. اما این طفلک نازنین رو ببینین شما، دقت بکنین، اما تو در عمق از تصویر دراین. کتاباش زیر قولش مثل که کس مادر خدا بغل میکنه. چی علاقه، چی شوق، چی قلب بزرگ، چی شهامت. یعنی ما واقعا وقتی تصویر هر بار میبینم، من تا در سکرین گوشیم مانده میره، میبینم نمیفهم، یک احساس عجیبی به من دست میده. سعی که طفل چی شوقی داره برای یاد گرفتن، برای آموزش. بعض دوستان مرا نجات پرست میگن، اما من میگم که نجات پرست به خاطر از این میگن، میگه تو همیشه طرفداری از هزارها میکنی و چون کم چهره من به طرف برادران هزاره ما رفته، تو فکر میکنن که من هزاره هستم، در حالی که من بارها گفتیم هزاره نیستم. من کاش میبودم هزاره نیستم. و من را میگن نجات پرست، اما بازم تکرار میکنم، اگر 30% نفوس افغانستان به اندازه که مردم هزاره دنبال علم و کسب دانش هستن، اگر میبودن، امروز زمین تا آسمان تفاوت بود میان ما و کشورهای همسایه. اما نیستیم، همه گید لب و لب رسوایی چنگا هستن. و اون کسایی که میگن نجات پرست هستی، باور بکنین خودشان دلشان از تعصب پرست. ایره من از هوایی نمیگم براتون، چشم دید خدا آن چه سر ما گذشته رایست، هر روز میره میبینم، هر روز. حتی دمی روزا شما میتونین در کومنت ها بخونین، انسان های از دنیا بیخبر، آقا پدر و مادر میاین و فکر میکنن که من هزاره هستم، به خاطر از عمر توهین میکنن. هزاره بین پچق بچم، فلان تا جمع کو، بستان تا جمع کو، ایره ایتو بکو. نجات پرست شما هستین، نه هزاره. اینقدر ظلمی که سر از این بیچاره شده، خدا راستی اگر سر ما و شما شوه، مشکل روحی و روانی پیدا میکنیم، ولی اگر مرغ وری از مرغانچی ما بیرون شویم. واقعیت از قبول بکو بیادر، اما این به این معنی نیست که کلگی نجات پرست است. ما هیچ وقت از هم جدایی نداریم. انسان های واقعی هیچ وقت تعصب نمیپذیرند. این ننگرهار است برادران پشتون ما در حمایت از مردم هزاره بلند شدن. این ورزشکار ماست احمد ولی هوتک،
رفت که عیادت زخمی ها را بکنه و همراهشون کمک بکنه. ما هیچ وقت از هم جدا نبودیم و نمیتونن ما را انسانهای منافق بین ما تفرقه بندازه و دور کنن. واقعیت واقعیت است. واقعیتی است که ما افغان هستیم. آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. این واقعیت ماست. انسانهای بی عقل و کم سواد و کم ظرفیت و فرصت طلب و الهی که در غنده خیر شیشتن و چیز را نمیفهمن، گپ خوب خود زبانش نمیه، توهین بکو، نجات پرستی بکو، به این بتاز، به او بتاز، بین اقوام جنگ بنداز. اونا همیشه روسیا بودن، روسیا هستن. و آخرین پیام هم برشان همی است که انسان شوین. سر وقت از بیا. بیا وطن دار، دست به دست هم بته. دیگه کدام کار است از اگر کدن نمیتونی کدام کار بزرگ انجام داده نمیتونی، نجات پرست نباش. از هموطنت حمایت بکن، از پشتون حمایت بکن، از تاجک حمایت بکن، از هزاره، از ازبک، ترکمن، بلوچ، هیماق، از تمام اقوام حمایت بکن. چی ازت کم میشه؟ یک دقیقه به خاطر نوشتن یک کامنت خرابم وقت میگذاری، یک دقیقه به نوشتن یک کامنت خوبم وقت میگذاری. کامنت خرابی که می نویسی خودتان بیاب، پدرتان بیاب، مادرتان بیاب، یعنی آبروی 70 پشت خود بردی. هر کس که کامنت بخونه دعوت میزنه میگه خودم پدر از چه رقم بود، مادر از چه رقم بود، چه رقم تربیت کرد. اما اگر یک کامنت خوب بدی هم خودت با شخصیت معلوم میشی، هم خانواده ات، هم پدرت، هم مادرت. کامنت خوبی که می نویسی این در اصل لطف به حق ما نیست، او به حق خودت یک لطف میکنی. هر قدر زشت نشان بدی خودم قدر زشت مردم فکرت میکنن. اگر میخوای خوب باشی و مردم خوب فکرت کنه پس خوب باش، نجات پرستی نکو. دشمن به ما تو رحم نمیکنه، میره میخواد که دفعه فرق هم دیگه رو زده بریم. به هر حال نفرین بر طالبان بچه باز میگن زمانه که آخر شد، مثلا مرده را که خدا شرمان چه رقمی سر تخته میره و هر روز فسادا از یا برآمده رایست، روی از یا را خداوند سیاه کرده رفته رایست. دیگه هیچ بهانه بر از یا نمانده. تمام افغانستان خراب کردن، یک روز نگفتن که ما ایره خراب کردیم. تمام پل و پلچک سرکار خراب کردن، یک روز نپذیرفتن که بلی ایره ما کردیم. در حالی که شما بارها ویدیوهاش دیدین که در سرک مین میماندن، مین خودشان کفید و خودشان مردار شدن، اما هیچ وقت قبول نکردن که ما کردیم. امروز یک آدم الهی است از کجا میخزه میگه طالب این انفجارات این ظلم طالب نمیکنه. چرا نمیکنه؟ به خاطر که طالب نپذیرفته. حال او آدم کودن و الهی. یک جای برای من نشان بده که طالب آمده باشه بگفته باشه که اینی انفجار ما کردم، اینی انتحار ما کردم، اینی پل ما پراندم، اینی سرک ای رقم کردم. کجا گفته؟ فقط مسئولیت جنگ رو در روی او بعض وقتا با خودم میگیره. امورم زیادتر سر دولت منداز، در خانه مردم مدره فایر میکنه سر دولت، دولت که با سو خانه را کتراکت میزنه و را منداز سر دولت، میگه غیر ملکی را کشتن، نظامی ها را کشتن، سر خانه مردم بمباردمان کردن. ما بسیار مردم های خوب هستیم. از طالب کده انسان بی حیا در دنیا پیدا نمیشه. منطب کم شرم و حیا برای این چرخگیرهایش خوب است که این قدر هم مردم احمق فکر نکنین. مردم افغانستان در 20 سال 30 سال همه چیز برش تجربه شد، دیگه بازی نمیخورن. طالب اونمو هست، تو که هر قدر رو بود پاکیشه بکنی اونمو هست. چیزی که عیان است چی حاجت که چی حاجت به بیان است. یا بمو قول شاعر که میگه پیش ششمت داشت شیشه کبود، زان سبب دنیا کبودت مینمود. تو همه هر چیز به کسافتکاری و مردارکاری و به نگاه کج دیدی، حرف حق هرگز در زبانت نمه برایه. تمام روز در فکر جیب خود و منافع شخصی خود استی. به هر حال تشکر، سلامت و زنده باشین. قوت ما در وحدت ماست. عید خوش براتان میخوایم، دوستتان دارم و وقت بخیر.